با سلام و درود. داستان حمله زمینی دیشب اسرائیل و داخل غزه از چند جهت روایت شده و جالبترین روایتش است که لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس امروز گفت که قوای اسرائیل، یعنی تانکا، قوای میکانیزه اسرائیل در جنگ دیشب در غزه نابود شده است. هیچ جالب بودی خبر بر ما. و البته جان کربی، امان کننده ارتباطات کاخ سفید، هم گفت، اشاره کرد که حمله زمینی که انجام گرفت فعلا یک بی‌احتیاطی بود. یعنی ظاهرا اسرائیل بدون اجازه امریکا خواسته بود که یک شکاری از خود نشان بده، تانکا رو پیش کرده بودن تا یک ضربت غافلگیرانه بزنن و بعدم باز در او زمان بعد از یک دستاورد اعلام بکنن که این ما شروع کردیم. لوکاشنکو گفت که فقط خدا میدانه که اوضاع در این غزه چه رقم پیش خواهد رفت. ای امریکایی ها همه ای چیزها را در اونجا تحت مدیریت دارن و امور جنگ غزه را امریکایی ها میچرخانند. اونا به یهودا گفتن که صبر کنین تا زمانی که ما برگردیم، تا زمان برگشت ما شما حمله نکنید، وارد غزه نشین. اما نیروهای اسرائیل بسیار دیگر این تکبر در دماغ از اینا که ششته از گذشته اینا را بیخی هم سر ارادهشان باز هم حاکم است. وقتی که امریکای گفته شما داخلشی یا داخل شدن، نیروی شناسایی و همه اونا در اونجا یک دم سرگردان شدن. این روایت لوکاشنکو است. وقتی که داخل میشن در ساحه در جنگ زمینی، یک دم اداره به اصطلاح حرکت، نظم حرکت تانکا و جنگ از پیشان میره. امریکایی و یهودا وارد نوار غزه که میشن تا که وضعیت درک بکنن و یک عملیات زمینی را درست به خاطر شکافتن یا کور کردن تونلای حماس برنامه ریزی کنند، در کمینی که گرفتار شدن همه نابود شده. حتی در اعلامیه مدافعین غزه آمده که ما تانکای زینا را مثل اسباب بازی های کودکان آتش زده. لوکاشنکو میگه که نشان میده که افراد بسیار سرسخت و جدی در مواضع دفاعی حماس خوابیدن منتظر این هستند. اما لوکاشنکو یک بسیار رازناک دیگه هم میزنه، میگه که بله، شاید دو تونلا امو حماس است و شاید کس دیگی به جای حماس است. اینطور میگه که در این قسمت ما توضیحات نداده، اما ما میدانیم منظورش چی باشه. شما چه فکر میکنید؟ میگه شاید حماس باشد و زیر تونلا یا کسای غیر حماس. خب این پسان معلوم میشه، اما خود لوکاشنکو میگه که هیچ کس نمیفهمه که اوجا چی کسانی هستن. بنابراین اونا در حال برنامه ریزی هستن یا به یه ارتباطات زیرزمینی به اصطلاح تمرکز کردن. 200 گروگان هم اونجا هست. در اینجا میگه تفاوت های ظریفی وجود داره بین حماس و بین ارتش کلان اسرائیل که اینا چی میکنن. اما امریکایی ها همه چیز کنترل کنن میکنن و گفتن برای اسرائیلی ها که شما صبر کنید، حرکت نکنید. اما اونا گفتن که ما پیشروی میکنیم. پیشروی اسرائیلی ها دیشب فاجعه بار بوده. این بعد از در اینجا نفر هم زیاد کشته شده، نظامیان اسرائیلی هم کشته شده. بعد از حمله غافلگیرانه 7 اکتبر حماس، این بزرگترین تلفات اسرائیلی ها دیشب اتفاق افتاده. طبق معمول سر به ایجاد هرج و مرج در داخل کشورها، راه‌اندازی جنگ های بین المللی، امریکا گفته شما اینجا باشین ما میاییم. خب آمدین، آمدین
جنگ اوکراین حاضر هستند در خاور میانه و بعد از او تایوان است. و لوکاشنکو میگه که امریکایی‌ها در حال سازماندهی یک بینظمی در همین منطقه هستند. میگه امریکایی‌ها به دنیای نیاز داره که همیشه در جوش باشه. وقتی که دنیا مناطق مورد نظر در تب انقلاب و بحران و ناامنی در غلیان بود، اونا موقعیت خود از روی زمو تعریف میکنن. جالب نیست؟ لوکاشنکو میگه که باید به این وضعیت پایان داده شود. اگر پایان داده نشد، جنگ سوم جهانی میشه. اگر امریکا با آوردن ناوهای هواپیمابر و این به منطقه از دریای مدیترانه شروع و بمباران برخی کشورها خاصتا ایران بکنن، ایرانیا پاسخ خواهند داد. چرا لوکاشنکو رئیس جمهور یک کشور است از ایران به عنوان هدف بعدی امریکا اشاره میکنه، نام میبره؟ بخاطر است که چنین چیزی در جلسات رؤسای جمهور کشورهای متحد مطرح میشه. مطمئنن که از بین نمایندگان ایران، روسیه و بلاروس وقتی که مطرح شده همین موضوع گفته شده. اما یه آدم میگه که ناممکن است که این کشتی های تیاره بردار در دریای مدیترانه زنده برن. و حتی لوکاشنکو میگه اینا غرق قاد شدن در میجه که آمدن و یک فاجعه است. حال تنها یک را وجود داره، یک کشور فلسطینی، همونطوری که در سال 1947 در قطعنامه سازمان ملل متحد دربارش فیصله شده بود. و یک موضوع دیگر هم میگه، شما چرا به آنتونیو گوترش حمله میکنین، دبیر سازمان ملل متحد؟ او گپ بسیار معقولی گفت. مردم در شرایط وحشتناک زندگی میکنند. این مردم نیاز به یک دولت دارند. برای میبینیم که حتی رؤسای جمهور امریکای لاتین و امریکای جنوبی در این رابطه حالا گپ میزنند. دایه عادلانه فلسطینی ها تقریبا عالمگیر شد. در گذشته تو نبود. خب داستان دیشب خب روایات مختلف از خود نشان داد، هم امریکایی ها هم خود اسرائیلیا. مثلا دو مسئول امریکایی در گفتگو با شبکه CBS گفتن که نیروهای اسرائیلی مرحله جدید حمله خود شروع کردن که زمینی است، و حمله زمینی یک مرحله است که تقریبا از حالت فشرده برآمده و گسترش پیدا میکنه. اما حماس اطلاع داد که ما در مقابل تهاجم ارتش اسرائیل در بیت حانون و شرق البریج مقاومت کردیم، در گیریا بسیار شدید بود. اسکای نیوز عربی مطرح کرد قطعات تانک ارتش اسرائیل در حال حرکت به سمت نوار غزه در مجاور دیوار امنیتی در شهر بیت حانون مثلا دیده شد که در شمال منطقه تحت محاصره فلسطین قرار دارد، در از طریق شمال داخل شده. اینجا ما در فیلم هایی که ما شما دیدیم که تانک ها در شب همیتو خودم میرن، بعد از آن قدر نشان دادن که چه سر تانک ها آمد نشان ندادن. CBS نیوز گزارش کرد تانک ها و نیروهای اسرائیلی نوار غزه را هدف قرار دادن، فعالیت های خود برای آماده سازی به یک مرحله عملیات گسترده آغاز کردن، و رادیو اسرائیل هم عین چیز توصیف کرد ولی چنین شده. همزمان وقتی که جنگ شدید شد، حملات هوایی زیاد شد، اینترنت قطع شد و غزه در تاریکی فرو رفت.
خب این عملیات اسرائیل اعلان نکرد رسما که این عملیات زمینی را آغاز کردیم. بله باید نمیکرد، چون از نتیجه مطلوب امی حمله پیشاپیش مطمئن نبودند. میخواستن که اول یک دستاوردی داشته باشند، بعدا اعلان بکنن رسما، که نه اعلان کردن نه دستاورد وجود داشت، فقط تهدید است. حالا بازم تهدید است. سخنگوی نیروهای دفاعی اسرائیل دانیل هاگاری میگه که ما عملیات نظامی را علیه حماس تشدید کردیم. عملیات هوایی بمباران غیر نظامیان منظورش است و حملات سنگین به اهداف زیرزمینی. به اهداف زیرزمینی کسی نزده، دروغ است. اهداف زیرزمینی زدن نمیتونن اینا، هر چی میزنن اماکن غیر نظامی، شفاخانه هاست، تاسیسات است. به همین خاطر است یک دستاورد نیست و به می خواب خیال رفته بودن دیشب که تلفات تانک ها و سرباز ها بار آمده. سینین میگه، کاخ سفید نمیگه که آیا اسرائیل از گسترش عملیات که دیشب انجام گرفت به امریکا خبر داده بود یا نه. معلوم میشه که نداده بود. جان کربی امان کننده شورای امنیت ملی گفت که ایتو بسیار نرم گفت، ما فکر میکنم رفتن به این مکان، یعنی به طرف زمین غزه، از نظر من بسیار بی احتیاطی خواهد بود. یعنی بی احتیاطی کردین و فقط هم اشاره کرد و تیر شد. جان کربی از بیانی که آیا دولت بایدن مطمئن است که اسرائیل به طور کامل یعنی پیامدهای عملیات زمینی را در نظر گرفته، یعنی به اصطلاح ما شما طول و ترازو کرده یا نه، همیتو احساساتی خیز میکنن، ایده ای بار چیز نگفت. فقط هم گفت که ما در مورد فرایند تصمیم گیری آنها که اسرائیلیا ما صحبت نمی کنم. معلوم میشه که امریکایی ها ناراض هستن. او گفت که دولت امریکا به هر حال از اسرائیل سوالات سختی پرسیده، یعنی در پس پرده بسیار تشنج است. مجمع عمومی ملل متحد از خطنامه 22 کشور عربی خبر داد که خواستار آتش بس فوری شدن، حمایت و اینا حمایت کردن. این سند توسط 120 کشور حمایت شده، 14 کشور مخالف بوده که 14 کشور هم ارکان اردوگاه اسرائیل امریکا بوده، 45 کشور رأی ممتنع داشته. این رأی ممتنع هم رأی ترسوهاست که میگه نشه والا این طرف شب یا این طرف شب با ما کدام رخص کنه، بیان رأی با ما چی بده. این رأی ممتنع رأی با ما چی است. متن قرارداد توسط اردن ارائه شده بود، در رأس این قطعنامه آتش بس فوری بود و ایجاد دهلیز رسانه‌ای امداد بشردوستانه، اما این رد شد. چند کشور برخلاف میل امریکا طرفدار آتشبس بودند. 120 کشور به قطعنامه رأی مثبت دادند. این خوب بیخی یک رسوایی جهانی است برای اسرائیل و امریکا. خب بیشتر 45 کشور هم که رأی ممتنع دادن کشورهای ترسنده و مشوش که هراسان از عواقب امریکا پس آنها کدام. خب اینجا در کانادا هم یک موارد پیش آمد، یک طرح اصلاحیه بود در محکومیت حمله حماس به اسرائیل که مجمع ملل متحد به اصطلاح طرح اینا تصویب کردن
هیچ کس از اقدامات نامتناسب و افراطی اسرائیل خوشحال نبود و طرح اصلاحیه که کانادا پیشنهاد کرد تنها محکومیت عملی اسرائیل بود، محکومیت عملی حماس بود، از حمله اسرائیل نبود. خب اینا این کشورهایی هستند که در صف اسرائیل هستند. در اینجا گیلاد اردن نماینده اسرائیل گفت که امروز روزی است که به عنوان نمونه از رسوایی در تاریخ ثبت خواهد شد. چرا؟ رسوایی در غزه چه حال است؟ این میگه که نمونه از رسوایی، منظور شما فهمیدین حتما، منظورش ایست که امو در سازمان ملل متحد با قطعنامه رای داد 120 کشور رای دادن که آتش بس شود. میگه شما که آتش بس رای دادین یک رسوایی است که در تاریخ ثبت شده، یعنی یکی از مقامات اسرائیلی است. شما آینده از اینا را چگونه میبینین حالا با این روحیه که اینا دارن؟ من خود میگم که بایستلا با دمو اصطلاح مردم ما شما که یا هنوزه گرم هستن نفهمیدن که چرا خمیا اوار شدن، اما عادتشان از گذشته مانده، موقعیتی که فعلا بر از اینا دست داده ایره درک نمیکنن گیچی هستن. میگم ما همه امروز مشاهده کردیم که سازمان ملل ذره مشروعیت و اهمیت ندارد، چه یک لعن گستاخانه ای. خب این چیزایی بود، مواردی بود که به اطلاع شما رساندیم که کی چی میگه و اما دورنما چگونه معلوم میشه به اصطلاح کارکردها و گفتاری که اینا دارن. و مثل که یک وضعیتی است که حال درگیر شدن خلاص کردنش بسیار سخت است. چی مانا؟ یعنی اسرائیل زیر چرخ تاریخ شده از یک نگاه نشده؟